بعد دیدم و شنیدن اخبار ورزشی ایران در برنامه سود، خدمت بینندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم که حتما هم مستحضر هستید که رقابت های لیگ جهانی والیبال در محل مقدماتی به پایان رسید. 8 تیم برتری که در گروه های 1 و 2 در رده اول قرار داشتن بازی هاشون تمام شد. افت و خیز های بسیار زیادی داشت، رالی های جذاب و بعضا حساس و سرنوشت ساز که در گروه 2 تیم ملی والیبال ایران که بسیار هم خوب ظاهر شد با حضور بازیکنان خوب و غیرتمند والیبال ایران و در حضور انبوهی از تماشاگران ایرانی، اما متاسفانه نتونست به مرحله نهایی که در برزیل برگزار میشه صعود بکنه. خدمتتون عرض بکنم که در رده سوم قرار گرفت، اما نشون داد که واقعا والیبال ایران راه خودش رو پیدا کرده و در آینده بسیار هم بیشتر از این تیم خواهیم شنید. به همین منظور میریم به لوکزامبورگ خدمت فرزاده فرهادیان، دوست خوب من و کارشناس برنامه سود که همیشه فرزاد در گرونینگن هلند حضور داره، اما امروز به خاطر که در سفر هست در لوکزامبورگ قبول و زحمت کرده و در خدمت شما هستیم. آقای فرهادیان خدمتتون سلام عرض میکنم. عرض سلام ما آقای خسروجدی و بینندگان محترمتون، در خدمتتون هستم. آقای فرهادیان، من در مقدمه عرض کردم که در جدال گروه 2 که گروه مرگ هم بود، قهرمان المپیک 2012 روسیه بود، لهستان قهرمان جهان، امریکا مدافع عنوان قهرمان لیگ جهانی و ایرانی که در این گروه واقعا معادلات رو به هم ریخت با حضور انبوه تماشاگران ایرانی و واقعا بازی‌های جذابی هم به نمایش گذاشت، اما در نهایت در رده سوم قرار گرفت. بفهمید که جنبندی شما از حضور ایران در این دور چطور هستش؟ عرض کنم حضورتون آقای خسروجدی، من ابتدا باید خسته نباشی بگم به بچه های تیم ملی والیبال ایران هر ساله که در مسابقات لیگ جهانی شرکت میکنه به هر حال دل مردم ایران رو شاد میکنه، نتایج قابل قبولی به دست میاره، ولی خب تیم ایران نوسان زیادی داشت در مسابقات خارج از ایران، در به جز بازی با آمریکا در اکثر مسابقات امتیاز کسب کردن، ولی خب متاسفانه امتیازهایی که کسب کردن کار ما رو به جایی رسوند، با وجودی که بچه های ما واقعا شاهکار کردن در تهران، آمریکا که قهرمان المپیکو بود 2 بار شکست دادن، روسیه رو باز شکست دادن، لهستان رو 1 بار شکست دادن، ولی خب متاسفانه ما شروعمون همیشه در لیگ جهانی خوب نیست و این باعث میشه که ما در روز آخر مسابقات همیشه به اما و اگرها و به احتمالات فکر میکنیم و این واسه تیم ایران به حال میگم اینا همه شاید تجربه باشه، امیدوارم که در سال آینده تیم ایران بتونه با افتتاح کامل مسابقات اولیه رو، امتیازات اولیه رو کسب کنه که بتونه در روز آخر با خیال راحتی صعود بکنه به دور بعد. آقای فرهادیان، به عنوان یک کارشناس والیبال و ملی پوش اسبق ایران، عملکرد کادر فنی و در رأس اون آقای اسلوبودان کوواچ چطور ارزیابی می‌فرمایید؟ ببین آقای خسروجدی، ما در منطقه 4 مخصوصا در ساعد امسال مشکلات زیادی داشتیم، تغییرات زیادی در ترکیب تیم به وجود اومد. به نظر من آقای کوواچ ابتداعاً اون ترکیب اصلی تیم، من بارام گفتم ترکیب اصلی تیم رو پیدا نکرده بودن، اگه ایشون ترکیب اصلی رو پیدا کرده بودن میتونستن نتایج قابل قبولتری رو به دست بیارن در مسابقاتی که در خارج از ایران برگزار شد. رفته تیم ایران جا افتاد، ولی به نظر من این عملکردی که آقای کوواچ داشت، ایشون مربی خوبی هستن ولی به نظر من اون تجربه کافی و واسه تیم خوبی مثل ایران که جوانان شایسته‌ای داره، تیم قدرتمندی داره، به اندازه کافی نیست. البته این نظر منه، بعضی هم میگن که ما باید به ایشون وقت بدیم، ولی خب میدونیم کسی که بلوان مربی حرفه‌ای، سرمربی تیم معروفی مثل ایران میشه، باید بتونه در مواقع حساس این تیم رو نجات بده. فرق بین یک مربی معمولی با یک مربی حرفه‌ای به نظر من در امتیازات حساس و در مسابقات حساسه. امیدوارم که آقای کوواچ بتونه کارنامه مثبتری رو نشون بده، مخصوصا در مسابقات جام جهانی که در شهریور ما در ژاپن برگزار میشه. آقای فرهادیان، خیلی هم انتقاد میکنن که آقای کوواچ یه کادر فنی قوی کنارش کمکی هم نداره که بتونه در زمانی که
بحران ایجاد میشه بدون مدیریت بحران میکنه و کمکش بکنه. نظر شما چیه؟ با تمام احترامی که واسه کادر فنی تیم والیبال ایران دارم، این مسئله درسته آقای خسروجادی. شما ببینید سرمربی تیم لکستان، کادر فنی این تیم در مواقع ضروری و حساس واقعا به کمک سرمربی تیم لهستان می اومده، حتی در جنگ های روانی و دخالت کردن در حواشی مسابقات حتی کادر فنی سهیم بود. و میدونین یک کادر فنی در به هر حال سرمربی تیم هم بعضی مواقع تحت تاثیر جو مسابقات قرار میگیره، میتونه اشتباه بکنه. من جایی خوندم که آقای اشپراوا همین مربی تیم ملی آمریکا قبلا از نظر روحی، خب به هر حال ایشون هم انسانن و نوسان زیاد داشتن، ولی من شنیدم که ایشون یک دوره مخصوص روانشناسی در رابطه با سرمربیگری تیمای والیبال دیدم و دیدیم که ایشون در مسابقات حساس چقدر آروم و با اندیشه تیمشون هدایت میکردن. به نظر من آیکواش در مواقع ضروری باید از کادر فنی به نحو احسن استفاده بکنه. اینجا من باید یادی بکنم از شادروان حسین مردنی که در این پست واقعا به داد تیم ملی ایران میرسی و در مواقع حساس واقعا نقطه نظرهای خوبی و با آیکواش انتقال میده. بله، روح حسین معدنی شاد باشه و امیدواریم که والیبالیست های ایرانی در ادامه راه برن به سمتی که واقعا حسین معدنی های زیادی در والیبال باشه، که الان کم بوده. حسین معدنی کادر فنی و تیم ملی کاملا داره حس میکنه. اگه صحبت نمونه هم با شما خداحافظی میکنم. خواهش کنم، ممنون از وقتی که من دادید. موفق باشید. بسیار ممنونم. بینندگان عزیز و ارجمند سری بزنید به صفحه سود در فیسبوک، سایت ایران فردا با تلفن پیامگیر که دوستان خوب من زیرنویس میکنم، اونجا منتظر نظرات و پیشنهادات و انتقادات سازندتون هستیم. بریم بخش تصاویر منتخب ورزشی هفته رو با هم ببینیم. بعد خدمتتون هستم.